در 30 دقیقه که در پیش رو خواهیم داشت رو خواهد داد. خیلی ساعت به وقت ایران الان 4:57 دقیقه عصر هست و بازی حتی نیم ساعت 40 دقیقه دیگه حداقل در خدمتتون خواهیم بود. اتفاقات عجیب غریب بچه‌ها میگن ممکنه رخ بده، اگه بازی برسه پنالتی ممکنه ما پنالتی نتونیم پخش کنیم. تو رو خدا این مسئولین یه لطفی بکنن بذار مردم ببینن، خواهش میکنه ازشون مردم دیگه پنالتی تو رو خدا قطع نکنید. شاهین بوشهر در خدمت شما عزیزان هستیم. اما آیه پرویز مظلومی بالاخره دست به تعویض زد و یوسفی و می داوودی رو به زمین مسابقه آورد. اسماعیل شریفات و میثم حسینی از ترکیب استقلال خارج شدن تا استقلالی ها دو تعویض همزمان رو داشته باشن. ببینیم حضور یوسفی و میدابودی چه خواهد کرد برای استقلالی ها. سانتو یوسفی در همون این تیم رقم میخوره. خسرو حیدری، حمودی به روی دروازه، ساموئل لکچیرا موفق تر هست، مهزاد رضایی او هم از بازیکنی بود که به صورت تعویضی به ترکیب شاهین اضافه شده. یوسفی گوشه محوطه جریمه، لکچیرا توپش رو به بیرون میفرسته. پرتاب برای استقلالی ها هست. باز هم حنیف حرکت میکنه تا پرتاب اوتو بلند رو در دستور کار استقلال داشته باشه. خط دفاعی شاهین خوب کار کردن، هم شکوری هم انصاریان هم لکچیرا تمام ضربات سر رو زدن در این مسابقه. ببینیم این بار چه استفاده خواهند کرد استقلالی ها. حنیف دورخیز خودش رو انجام داده، بلند میفرسته درون محوطه 6 قدم. یک بار دیگه شاهینی ها و دور کردن توپ توسط هادی شکوری که به نظر میرسه از نای پای راست هم مصدوم میشه. حمودی فریدون زندی کجا توپ رو میگیره، اومده در آخرین نقطه خط دفاعی توپ رو میگیره برای حنیف عمرانزاده. مهدی امیرآبادی هم ساموئل رو داره، هم آرش برهانی رو. یوسفی هم بهش نزدیک میشه، ترجیح میده که با راستش کار کنه آرش که توپ به آرش نمیرسه. پرتاب برای استقلالی ها هست. پرویز مظلومی که این دقایق دل دیگه تو دلش نیست، میخواد قهرمانی که قول داده بود به طرفداران استقلال بهشون هدیه کنه. شاهینی ها عمل حق و ولانصاف کم نگذاشتند و با تمام توان در مقابل استقلال بازی خوش رو انجام دادند. تعویض برای تیم شاهین انجام خواهد شد. مهدی کیانی تا دقایق دیگه به زمین خواهد آمد. ببینیم کدام بازیکن خارج میشه. هادی شکوری که از نای پای راست مصدوم هم شده بود از زمین مسابقه خارج میشه و به جای او مهدی کیانی میره و در ترکیب شاهین قرار میگیره. به احتمال فراوان نوری قدری عقبتر کار میکنه تا هادی شکوری جای خالیش احساس نشه و کیانی جای نوری رو در خط میانی خواهد گرفت. امیرآبادی، ایوان پتروویچ توپ رو دور میکنه. منصور تنهایی میتونه زده حمله رو شکل بده برای شاهینی ها. کیانی، منصور تنهایی به زیبایی عبور کرده از حمودی اما تو پشت استقلالی ها میزنند. یوسفی اشتباه میکنه. امجد شکوه مقام، ایران نژاد و لکچیرا. سید مهدی رحمتی، پژمان منتظری، خسرو حیدری. استقلالی ها
بیشتر حملات خودشون رو از جناح راست انجام دادن که به نوعی هم سنتی هست در فوتبال کشورمون. در مقابل شاهینی ها از سمت چپ، جایی که بازیکن به مانند پورخسروانی و ایران نژاد حضور داشته و البته پشت سر حمودی و خسرو حیدری موقعیت هایی رو به روی دروازه استقلال فراهم کردند. حنیف عمرانزاده، لکچیه را توپ رو دور میکنه، منصور تنهایی، ایوان پتروویس، زد حمله میتونه شکل بگیره برای شاهین اما بازیکن شاهین رو متوقف میکنند. علی انصاریان، باز هم ضربه سر از مدافعین شاهین. حمودی، خسرو حیدری، میلاد میداودی، به هر شکل توپ رو میگیره از میداودی. میداودی که در 29 بازی ملی خودش 7 بار موفق به گلزنی شده. پژمان منتظری، مهدی امیرآبادی در جناح چپ صاحب توپ هست. شاهینی ها باز هم جلو نمیان. لکچیرا، یوسفی، میداودی به زمین میخوره تا ضربه ایستگاهی برای استقلالی ها به دست بیاد و نیمی از ورزشگاه غرق در شادی بشه. ضربه ایستگاهی به این شکل به دست اومده در زاویه مناسب، جایی که هم میداودی خوب میزنه هم فریدون زندی فوق‌العاده هست در این زوایا. پژمان منتظری هم به این دو نزدیک میشه. وحید طالبلو رو ببینید که با دیوار دفاعی خودش صحبت میکنه، دیوار دفاعی که 3 یا 4 نفره بسته خواهد شد. زاویه به شکلی هست که هم فریدون زندی میتونه با پای چپ بفرسته، هم میداودی، شاید میداودی براش مناسب تر باشه. زندی هم رها کرده، دیوار دفاعی 4 نفره بسته شده. نوری صحبت میکنه با داور مسابقه، این هم میلاد میداودی که منتظر هست تا ضربات رونالدویی خودش رو بزنه. وحید طالبلو درون دروازه آماده و مهیا هست. آیه فقانی اعلام میکنه که ضربه باید زده بشه. یک بار دیگه استقلالی ها به روی دروازه. یوسفی ضربه سر و موقعیتی که از دست رفته برای آبی پوشان استقلال. با هم ببینیم یک بار دیگر. این میداودی بود که توپش ارتفاع مناسب رو نداشت. حالا شاهینی ها همشون برخواستند و تیم شاهین بوشهر رو تشویق میکنند. وحید طالبلو، منصور تنهایی، ایوان پتروویچ. تنهایی، پتروویچ، حرکت مهرداد رضایی از سمت راست، پورخسروانی میتونه خطرساز باشه. به روی دروازه استقلال، موقعیت برای شاهین، ضربه منصور تنهایی. مدافعین استقلال اجازه نمیدن به مهاجم شاهین تا ضربه خوش رو بزنه. این سمت حمله برای استقلالی هست. آرش برهانی در مسافه لکچیرو، از لکچیرو عبور خواهد کرد آرش یا خیر. این اتفاق نمیافته برای ساموئل. فریدون زندی و اعلام آفساید میشه از حرکت استقلالی ها توسط آقای فروغی. موقعیت شاهینی ها رو ببینیم. این پورخسروانی بود که سانت رو به روی دروازه انجام داد. تاثیرگذاری دیگر بازیکن شاهین کیانی و توپی که اصلا اجازه نمیده پژمان منتظری که منصور تنهایی بهش ضربه بزنه. حالا تمام حافظیه به وجد میاد. فینال جام حذفی، استقلال 0 شاهین 0. 100مین دقیقه. خسرو حیدری برای میداودی و برهانی. برهانی حرکت او و وحید طالبلو که کنترل میکنه. مرزاد رضایی،
لکچیرا، این سمت همتای او در تیم استقلال حنیف عمران زاده، رحمتی، حمودی، یوسفی، درگیر ایران نژاد و خسرو حیدری، آیا فروغی حالا پرچم میزنه و توپ رو در اختیار شاهینی ها قرار میده. این هم از اون کارهایی که نباید انجام بشه در ورزشگاه های ما، انشالله که اتفاقی برای کسی نیفته. حرکت نامناسب و ناشایستی که انشالله کمتر از اون شاهد باشیم. به هر شکل بازی پیگیری میشه، تو به میان تماشاگرها میره، پرتاب برای استقلالی ها هست. خسرو حیدری از جناح راست باید توپ رو پرتاب کنه. میداودی صحبت میکنه با همتیمی های خودش. ایوان پتروویچ هم هست دورتر، فریدون زندی، حمودی، یوسفی، خسرو حیدری به روی دروازه، لکچیرا باز هم توپ رو به بیرون میفرسته. حنیف حرکت کرده تو توپ رو پرتاب بکنه، شاینی هم میتونن از زده حمله استفاده کنن. حنیف عمران زده حالا قدری فاصله گرفته از خط، پرتاب خوش رو انجام میده به روی دروازه و این بار کورنر برای استقلال هست. فریدون زندی حرکت میکنه برای زدن کورنر. موج مکزیکی در بین طرفداران شاهین بوشهر در حال انجام هست. زندی با پای چپ به روی دروازه، پژمان منتظری استفاده از توپ سوم که انجام نمیشه و لکچیرا توپ رو دور میکنه. امیرآبادی، خسرو حیدری، موقعیت برای آرش برهانی، تک به تک با وحید طالب رو ضربش رو میزنه اما آفسایدش اعلام شده توسط آیه فروغی. هرچی بازی کمجون و بی ثمر در 80 دقیقه دنبال شد، در 10 دقیقه پایانی و این 15 دقیقه که بازی جذاب و دیدنی بوده. حالا تعویض دیگر برای شاهین، منصور تنهایی از ترکیب خارج میشه و بابک لطیفی به جای او به زمین میاد. آخرین تعویض آقای درخشان هست. ساموئل، یوسفی، قدری بعد از اون دو تعویض آقای مظلومی استقلالی ها توپ و میدان رو در اختیار گرفته بودن. آقای درخشان هم تعویض دیگر خودش رو انجام میده تا جلوگیری کنه از حملات بیوقفه استقلال. پرتاب برای استقلال هست. وقتای اضافه اول هم رو به اتمامه. حنیف عمران زاده باید پرتاب کنه، باید صحبت میکنه آیه پرویز مظلومی. حالا حنیف در اون محوطه جریمه، موقعیت برای استقلالی ها. خسرو حیدری از همونجا ضربش رو میزنه اما تو با فاصله به بیرون میره. ضربه دروازه رو طالبلو خواهد زد، ضمن اینکه صحنه شوت خسرو حیدری یک بار دیگه با هم دیدیم. کاپتان وحید طالبلو، ضربه سر اول از پژمان منتظری، میداودی، یوسفی یه مثلث رو تشکیل میده با خسرو حیدری به روی دروازه، موقعیت برای استقلالی ها هست، دروازه خالی استقلال. نوری یک گل رو میخره برای شاهین بوشهر. یک بار دیگه با هم ببینیم مثلثی که تشکیل شد، سانت پریو دروازه توسط
خسرو حیدر. این ساموئل هست که ضربه خودش رو میزنه و نوری که توپ رو به بیرون میفرسته. حالا میشه گفت استقلالی ها موقعیت های بیشتری رو داشتن به نسبت شاهین. خسرو حیدری با پای راست به روی دروازه، ضربه سر اول از بازیکنای شاهین. کیانی، پتروویچ، پور خسروانی هم حد زدم میتونه شک بگیره، در حالی که لطیفی از سمت راست حرکت کرده که سر میرسه یوسفی و موقعیت رو از شاهینی ها میگیره و سوت آیه فقانی که اعلام میکنه وقت اضافه اول با همون نتیجه 0-0 به اتمام رسیده. بازیکن دو تیم باید سریع جای خودش رو عوض کنند و وقت اضافه دوم رو شاهد باشیم. دیگه میشه گفت کمتر از 30 دقیقه دیگه قهرمان جام حذفی فوتبال کشورمون مشخص خواهد شد، استقلال تهران یا شاهین بوشهر. حالا بوشهری ها میان به سمت نیمکت خودشون، صحبت میکنن با حمید درخشان، اما بازی باید پیگیری بشه. آیه فقانی صحبت میکنه با وحید طالبلو، کاپتان تیم شاهین. وحید میره تا درون دروازش قرار بگیره. استقلالی ها هم آبی مینوشند تا خستگی هستن در کنند و 15 دقیقه پایانی فینال جام حذفی رو همگان شاهد باشیم. استقلال قهرمان خواهد شد یا شاهین بوشهر؟ استقلال به جام قهرمانان باشگاه آسیا سال آینده خواهد رفت یا شاهین بوشهر؟ استقلال 5 بار قهرمان شده، اما شاهین بوشهر میتونه با یک قهرمانی افتخار آفرینی کنه برای شهر بوشهر. توپ در اختیار استقلالی ها خواهد بود. این لطیفی هست، بازیکنی که در وقت‌های اضافه اول به ترکیب تیم بوشهری اضافه شد. حنیف عمرانزاده، پژمان منتظری، میلاد میداودی به توپ نمیرسه، نوری توپ رو از اون میگیره. لطیفی، قبل از او پژمان منتظری، ساموئل به راحتی توپ ساموئل رو که از او فاصله گرفته بود باز پس میگیرند شاهینی ها. مهزاد رضایی اونجا جای این کارها نیست، دو سه بار چرخش رو انجام میده و بالاخره توپ رو دور میکنه. حمودی، پژمان منتظری، فریدون زندی، یکی دو بار برای استقلال روی دروازه شاهین خطرساز شد فریدون زندی، اما راه به جایی نبود. موقعیت برای میلاد میداودی، دروازه شاهین، ضربه میلاد میداودی، توپ به پاش جفت و جور نشد میداودی، هرچند که وحید طالبلو هم با شیرجه کوتاه خودش به راحتی توپ رو کنترل میکنه. یک بار دیگه ببینیم میداودی حرکت کشوی خودش رو انجام داد، ضربه او با پای راست و وحید طالبلو کاپتان شاهین که توپ رو کنترل کرد. پژمان منتظری، فریدون زندی، یک بار دیگه صحنه موقعیت استقلالی ها رو با هم دیدیم. برهانی، میداودی، ساموئل، تک به تک با دروازه‌بان شاهین، ضربه ساموئل. وحید طالبلو موقعیت تک به تک رو میگیره از استقلالی ها. یک بار دیگه حرکت خوب استقلالی ها رو ببینید. ساموئل تک به تک میشه با وحید طالبلو و کیفیت کار وحید طالبلو در این گونه موقعیت ها. حالا یه چند تا شی اضافه هم به درون زمین پرت میشه و وحید طالبلو که بسیار محبوب و محجوب هست هم بین شاهینی ها هم بین استقلالی ها، میره تماشاگران شاهین رو به آرامش دعوت میکنه و
بازی پیگیری خواهد شد. خسرو حیدری با پای راست به روی دروازه، موقعیت برای استقلال هست. حالا ضد حمله برای شاهین شکل خواهد گرفت یا خیر؟ حمودی، پرخسروانی در این دقیقه چگونه به دنبال توپ میدوه؟ بازیکن با انگیزه شاهین بوشهر، حمودی یک کار خطرناک رو انجام میده اون گوشه زمین، بلند برای آرش برهانی، لکچیرا توپ رو دور میکنه. یک بار دیگه ایوان پتروویچ، لطیفی و فریدون زندی که قبل از لطیفی توپ رو برای استقلالی ها دشت کرده. لکچیرا، لطیفی ضربه سرش بی ثمر هست و رحمتی کنترل میکنه. صد و دهمین دقیقه هم آغاز شده. ببینیم جام سیمین حذفی فوتبال کشورمون به کدام یک از دو تیم خواهد رسید. حساسیت در ورزشگاه حافظی بسیار بالا هست. آرش برهانی حرکت میکنه، وحید طالبلو، وحید بلند میفرسته، همتاش در تیم استقلال سید مهدی رحمتی توپ رو میگیره. هر دو دروازه‌بان پنالتی گیر هستند. پژمان منتظری، حمودی، پشت محوطه جریمه برای آرش برهانی. برهانی حالا به توپ میرسه، موقعیت برای استقلالی ها که مهرزاد رضایی میاد با از خود گذشتگی توپ رو به بیرون میفرسته. روی یه توپ باد آورده آرش برهانی میتونه سر نقش گلزن ظاهر بشه برای استقلال. کورنر برای استقلال تهران، این بار میلاد میداودی. میلاد با پای راست خواهد فرستاد. یوسفی در کنارش، بازیکن بلند قامت شاهین، بروی دروازه، موقعیت برای استقلالی ها و وحید طالبلو. طالبلو فوق العاده بوده امروز برای شاهین، هرچند که اینجا توپش رو به بیرون میفرسته به این خاطر که یکی از بازیکن شاهین مصدوم به روی زمین افتادن. فکر میکنم مهرزاد رضایی هست که از زمین برمیخیزه. تعویض طلایی پرویز مظلومی رو تا دقایق دیگر خواهیم دید. گوران یرکوویچ در راه ترکیب اصلی تیم استقلال هست. وحید طالبلو، هر دو تیم از تیم‌های بسیار پرسابقه فوتبال کشورمون هست، به نوعی استقلال که قدیمی‌ترین تیم فوتبال کشورمون هست و شاهینی‌ها که سال تأسیس باشگاهشون به سال 1329 برمی‌گرده. امیرآبادی، میداودی، سمت راست حمودی خالی هست. میداودی حالا حمودی رو میبینه در مساف با ایران نژاد، حرکتی که چندین و چند بار در طول این صد و چند دقیقه شاهدش بودیم. و تعویض یرکوویچ، حمودی باید خارج بشه از ترکیب استقلال. این هم طرفداران استقلال که با نگرانی بازی رو نگاه میکردند. یرکوویچ در جام قهرمانان باشگاه آسیا که برای استقلال خوب گل زده. آیا این تعویض طلایی پرویز مظلومی خواهد بود؟ حنیف عمرانزاده باز هم بلند میفرسته، این بار که انصاریان نمیرسه وحید طالبلو میاد و توپ رو کنترل میکنه. خوب کار کرده وحید طالبلو، کاپتان تیم شاهین بوشه. و آخرین تیم استقلال تهران.
پرتاب برای استقلال هست. پژمان منتظری خستگی ناپذیر باز هم در خط دفاعی استقلال انجام وظیفه میکنه. یوسفی، میداودی، خسرو حیدری، نوری میات توپ رو میگیره از استقلالی ها. پرتاب برای شاهین هست. این گوران یرکوویچ تازه نفس هست. خسرو حیدری، کیانی، توپ رو میگیرن استقلالی ها. لطیفی میتونه برای کیانی توپ سازی بکنه، توپ رو نگه میداره. در مقابل دو سه بازیکن استقلال موفق هست برای همتیمی خودش کیانی که استقلالی ها ارتباط رو قطع میکنند. صد و سیزدهمین دقیقه فینال حذفی، کماکان 0-0 مساوی هست. شاید اگر مصدومین استقلال مشتبه جباری، آندو تیموریان و کیانوش رحمتی بودند، ضربه یرکوویچ و کرار جاسم هم برای شاهین بازی میکرد، بازی از این هم دیدنی تر میشد. وحید طالبلو، میانه های زمین استقلال، توپ از همه عبور میکنه تا خسرو حیدری توپ رو کنترل کنه. اگر توپ بیرون بره کورنر هست، چرا که توپ برخورد کرد به فریدون زندی. خسرو به توپ میرسه، میلاد میداودی ایران نژاد ضربه سرش رو میزنه و خطای او به روی میلاد میداودی اعلام میشه. تنها 5 دقیقه به پایان وقت‌های دوم اضافه فرصت باقی هست. آیا ضیافت پنالتی ها قهرمان جام اسیا رو مشخص خواهد کرد؟ پتروویچ، خسرو حیدری توپ عبور نکرده. میلاد میداودی، فرصت برای استقلالی هست از جناح راست. علی انصاریان با چه رشادتی حرکت میکنه و توپ رو به بیرون میزنه. پرتاب برای استقلال هست. حنیف باز هم حرکت کرده تا پرتاب‌های بلند خودش رو انجام بده. وحید طالبلو صحبت میکنه با مهدی کیانی و علی انصاریان، دو بازیکنی که در گوشه محوطه شش قدم منتظر زدن ضربه اول هستند. خسرو حیدری به درون محوطه جریمه، لکچیه را ضربه اول او میزنه. نوری، مهزاد رضایی حرکت کرده ضد حمله، میتونه برای شاهین شکل بگیره. در دقیقه 117 مسابقه مهزاد رضایی تازه نفس هست. او برای لطیفی پشت محوطه جریمه، یک بار دیگه مهزاد رضایی، خود رضایی از همونجا زمینی و کم جون هست. شوت مهزاد رضایی، مهدی امیرآبادی، پتروویچ مزاحم او هست، تو به بیرون میره و پرتاب برای شاهین بوشهر. فریدون زندی، پژمان منتظری، زندی نشون داد فریدون زندی که نه تنها بازیکن 90 دقیقه هست، 120 دقیقه هم میتونه بازی کنه. نوری، خوب کار کرده نوری برای شاهین بوشهر در این مسابقه. پتروویچ، خسرو حیدری، حالا برای آرش برهانی نگاه میکنه تا از منافذ خط دفاعی شاهین بتونه عبور کنه. لکچیارا به او این اجازه را نمیده. گوشه زمین و باز هم حنیف عمرانزاده و باز هم از اون پرتاب‌های بلند توسط حنیف.
این بار کوتاه یا خیر خیر پرتاب رو حنیف باید انجام بده. آیه درخشان توصیه‌های لازم رو به خط دفاعی شاهین انجام میده. خسرو حیدری یه بازیکن رو جا میذاره که پتروویچ هست، به روی دروازه میفرسته، اما مگر نوری اجازه یه ضربه زدن به استقلالی ها میده. یک بار دیگه بازیکن استقلال و کورنری دیگر برای استقلال تهران. پشت دروازه شاهین بوشه سکوی اهدای جام اونجا اهداست شده. بروی دروازه موقعیت برای یرکوویچ. یرکوویچ میتونست بهتر از اینها ضربش رو بزنه در مقابل وحید طالبلو که با یک دست توپ رو به زیبایی کنترل میکنه. یک بار دیگه با هم ببینیم این گوران یرکوویچ هست و وحید طالبلوی که به نوعی یادآور خاطرات احمد رضا عابدزاده میشه. 120مین دقیقه ضیافت پنالتی ها یا اینکه در این یک دقیقه اتفاق خاصی خواهد افتاد. وحید طالبلو این میتونه آخرین موقعیت شاهین باشه. پرتاب برای شاهینی ها هست. مهزاد رضایی پورخسروانی کورنر یا ضربه دروازه؟ ضربه دروازه برای استقلال. همگان چشم آیه فغانی دوختن. آیه فروغی هم کمک داور دوم یک لحظه ساعت خودش رو نگاه میکنه. حریف عمرانزاده و ضیافت پنالتی ها قهرمان جام حذفی فوتبال کشورمون رو معرفی خواهد کرد. طرفداران شاهین و استقلال چه چور و حالی دارن بعد از 120 دقیقه.